خدمتتون عرض بکنم دیگه چه پیاده سازی های از این داریم؟ پیاده سازی سکیور المنت که عرض کردم، حالا تی پی ام یه شکل دیگری از این در واقع هست. تی پی ام خب خیلی رایج نبوده پیاده سازیش تو دیوایس اندرویدی، تقریبا دیوایسی سراغ نداریم که خیلی گسترده و طولانی مدتی همچین چیپی رو پشتیبانی بکنه. اما پیاده سازی اس ای یه مقدار به نظر میرسه دلایل تجاری داشته که شرکت های تولید کننده سیم کارت فشار آوردن و باعث شدن که تو پلتفرم اندروید، حالا اصلا کلا پلتفرم های موبایل، ما خیلی ای پی آی استانداردی برای کار کردن با سیم کارت نبینیم. و البته لازمش باز عرض کردم اینه که سیم کارت ها رو به روز بکنیم و خیلی داستانه داره. اما پیاده سازی هایی که بر اساس سکیور المنت ها هست، الان شما اگر ببینید، حالا این لینکی که توی مقاله در واقع اشاره شده، نکسوس 7 مثلا بدون این ای پی آی در واقع ریلیز شد. دلیلش مسلما هزینه نبوده، چون این دیوایس هایی که NFC ساپورت هستن اگر شما ببینید، میبینید که اون چیپ سکیور المنت سیم کارت با NFC معمولا توی باندلن. این از هزینه ای اصلا هزینه سرباری نداشته. بیشتر به نظر میرسه عمدن شرکت های اپراتورهای تلفن همراه سعی کردن این فرآیند رو خیلی کنترل بکنن، اجازه ندن که یه همچین سیرساختی رایج بشه، به خاطر اینکه درآمدهای ثانویه براشون داشته. الان تو کشور خودمون هم اگر شما بخواید یه سرویس حساسی روی بسته سیم کارت پیاده سازی بکنید، باید برید با اپراتور مذاکره کنید، وارد یه پروسه خیلی خاصی بشین، مجوزهایی رو بگیرین، سیم کارت های کاربران رو به روز بکنید، خیلی داستان ها داره. به خاطر همین این به نظر میاد تو دنیا هم همچین اتفاقی افتاده، ولی پیاده سازی های در واقع سیم کارت خیلی امن بودن، چون سیم کارت یک نوع اسمارت کارت اطلاع دارید و به دلیل اینکه پیرو سخت افزاریه و API خیلی محدودی داره، تقریبا 40 سال هم از این تکنولوژی، بیش از 40 سال، شاید 45 سال داره استفاده میشه، خیلی آسیب‌پذیری محدودی روش گزارش شده و اکثرا به خاطر استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری بوده که در قدیم استفاده می‌شدن و ناامن بودن. چند تا شب ما جلسه قبل با هم مرور کردیم، گفتیم کدوم الگوریتم‌ها ضعیف هستن برای رمزنگاری. متاسفانه چون رایج نشود، به خاطر همین پیاده سازی کیستوری که به سیم کارت بایند باشه خیلی دیدیم محدود شد. خدمتتون عرض شود که پس اون مدل با وجود اینکه امنه خیلی در دسترس نیست. پیاده سازی هایی که بر اساس چیپ های مشابه همین کاری که اسنپ دراگون انجام داده، طبیعتاً خب به میزان امنیت اون کدی که نوشته شده و اون لایبرری برمیگرده. هرچی اون امن‌تر، محافظت از این در واقع اطلاعات روی چیپ سخت افزاری در واقع امن‌تر خواهد بود. خب این بحث هم بگیم و سریع میریم حالا سراغ کد. ببینید ما یه پابلیک API از ورژن 4.3 داریم، ولی گفتیم از 4.1 در واقع میبینیم که این ردی از این موضوع وجود داشته. اگر کاربرد خیلی خاصی داشته باشید که پابلیک API به شما اون رو ارائه نده، یا هدف خاصی داشته باشید، از طریق ریفلکشن میتونید خودتون مستقیم با کیستور بدون واسطه کار بکنید، یعنی بدون واسطه سیستم عامل اندروید اپتون این کار بکنید. برای اینکه این کار انجام بدید، اینکه که کدی که الان پایین هست، نمیدونم دوستان میتونن ببینن این رو. ببینید یه دونه خدمتتون عرض بکنم، ما اینستنس از سرویس منیجر میسازیم. این سرویس منیجر یه متدی به نام گت سرویس داره که اون رو در واقع فراخوانی میکنیم، بعد میایم پرووایدر بهش پاس میدیم که اسم پرووایدرمون رو باید بذاریم android.security.keystore. این پرووایدر که دادیم یه اینستنس از سرویس، در واقع از سرویس منیجر که بایند شده به چی؟ به کیستور میاد بالا. دیگه بعد از اون میتونیم با سرویس یه سرویس باش کار بکنیم. این API پابلیک نیست، این API هیدنه، یعنی شما تو SDK اندروید که چقدر دی از این نمیبینید، ولی میتونید اینجوری ازش از طریق ریفلکشن استفاده بکنید. کار خیلی خاص، البته خیلی توصیه نمیشه همچین کاری، چون همراه با ریسک های امنیتی خیلی زیادی. و مشکل دیگه چیه؟ اگه کدی بنویسیم که اینجوری پیاده سازی شده باشه، ممکن در هر نسخه یه اتفاقی بیفته. بنابراین مسئله سازگاری هم داره، ممکن بکورد کامپتیبل نباشه اون کد و خیلی مشکلات دیگه. ولی به هر حال این روش قابل استفاده هست. و البته زمانی که این کار انجام میدین، همون چک کردن UID انجام میشه. یعنی اون تراستد اپ UID اپ شما رو که مستقیم با کیستور داره کار میکنه چک میکنه که آیا به این کلید مجاز هستید دسترس داشته باشید. اجازه بدید بریم سراغ در واقع حالا سمپل کد و اینها. میخوایم بعد از چیز استفاده کنیم؟ اگر بس سوال، اگر سوالی هست دوستان ببخشید، اگر خسته شدید این بحث این چیز، حالا من کتاب رو معرفی میکنم، اگر دوستان خواستن یه مقدار در مورد این بحث توش صحبت شده و اینها
حالا من در خدمت هستم. اگر اگر سوال دارید بپرسیم، بعد بریم سراغ سامپل کد. حالا بعد از بریک بریم سراغ سامپل کد. یه چند سال من بپرسم از اینا یه بقیش باید سمپل کد داره؟ بازم هست. من تقریبا شبیه این بخش رو یه مقدار کوتاه‌تر، اتفاقی که تو اندروید 23 افتاده هم مدل کنیم، که چون تو اندروید 23 خیلی ایمپروومنت هست، یه بخش خیلی کوتاه‌تری باز در مورد اندروید 9. حالا کدا بگم چی هست. ما تقریبا کد کافی داریم برای کاربردهای کیستور، چجوری کلید رو کیستور بسازیم، برای انکریپشن، برای ساین، برای کارهای مختلف داریم سمپل کدش. حالا یه اپلیکیشن کامل نه، ولی یه سمپل کدی که کافی باشه داریم. دو تا پیاده سازی از فینگرپرینت داریم. من جلسه قبل چون گفتم فینگرپرینت عمدتاً اشتباه پیاده سازی میشه برای هزوویت، یه دو تا پیاده سازی داریم. دلیل اینکه چرا پیاده سازی هایی که ما اینترنت اکثرا میگردیم میبینیم مقالاتشون مسئله داره با هم مرور میکنیم، یکی دو تا کاربرد خاص داریم. بعد از کنم خدمتتون که هست دیگه، یادم رفت الان. یه سوالم اینه که اونجایی که گفتی اون یه یوزر لینوکس میشه و اون فایل هم با همون یوزر در اساسه، ما اگه گوشی رو روت کنیم میتونیم اون فایل دسترسی داشته باشیم با توجه به اینکه یه یوزر دیگر رو مثلا اگه روت کنید به اون فایل ها رو میتونید بخونید، ولی باز کی مستری که اون مستر کی که داخل چیپ سخت افزار تو پیاده سازی سخت افزاری ها تو پیاده سازی سخت افزاری مستر کی باز جای بیرون نمیاد از داخل چیپ، یعنی داخله. ولی میتونیم همون کارا رو بکنیم، یه دیتای اینکریپ شده رو بدیم با اون یو آی دی بگیم اینو دیکریپت کن و ببینیم پلی. آره اگر بتونید اسپوف کنید این رو، یعنی جعل کنید که بیاین بگین که من این لازمش اینه که عملا انگار یه نسخه خاصی از سیستم عامل رو بسازید، یا اینکه کی یا اندروید یه آسیب پذیری در خودش داشته باشه که به شما اجازه بده اصلا بهم میگن حمله ارتقای دسترسی یا پرورج اسکیلیشن، که برید توی مودی رام بشید، رام بکنید کدتون رو که یو آی دی رو بتونید عوض کنید. ببینید در حال حاضر و اون زمانی که این توضیحات داشته در واقع این بحثا بوده، آسیب پذیری گزارش نشده که اجازه بده شما بتونید یو آی دی رو که اینووک میکنید سرویس رو تغییر بدید. اون موضوعی که فرمودید به این موضوع وابسته است دیگه، یعنی من باید بتونم یو آی دی یکی دیگر رو جعل کنم، بگم من اون اپ هستم، کلیداشو حالا به من نمیدیم اشکال نداره، ولی این دیتایی رو که من دارم رو باهاش دیکریپت کن یا این دیتا رو باهاش انکریپت کن. درسته؟ گزارش نشد، ولی اگر بشه بله، یعنی اگر همچین آسیب پذیری باشه و کسی بتونه توی نسخه های پایین تر اندروید، اون وقت میتونه اسپوف کنه خودشو جای اپ دیگه جا بزنه از اون مستر کی که داخلشه. ولی در حالت کلی شما حتی با روت کردن دیوایس و اجرای کد تو سطح روت هم نمیتونید اون مستر کی رو از داخل چیپ سخت افزاری بکشید بیرون، چون تمپر رزیستنت دیگه اون چیپه، یعنی حمله هم بکنید خیلی زیاد نهایتاً خودش رو لاک میکنه و دیگه اصلا کلا باید دیوایس رو ریسیت کنید، یعنی کلا دیگه به هیچ دردی نمیخوره، تمام اپ از کار میافتن و خیلی لاست. پیاده سازی نرم افزاریش اون مستر کیا جای دیگه ما به صورت امنیتی نداریم سخت افزار باشه اینو نگه داریم. مستر کیا معمولا به اشکال مختلفی تولید میشه، سعی میشه که این مستر کی توی مسیری نگهداری بشه که باز پروسس های مختلف بهش دسترسی ندارن و اون سرویسی که میاد بالا بتونه اون کد رو تولید کنه بر اساس یه سری هش. چجوری این اتفاق میفته؟ یکی از راهاش اینه، شما رو دیوایستون معمولا لاک میذارید. اتفاقا تو کیستور این موضوع خیلی مهمه که شما روی دیوایستون لاک داشته باشید. حالا اجباری نیست، ولی از یه ورژن به بعد بعضی از فیچرها میبینید که حتما باید این قابلیت رو شما چک بکنید، یعنی چک بکنید که آیا دیوایس سکیور هست یا نه. اون سکیور بودن یعنی که لاک سکیور مثل پین، پترن، پسورد، بایومتریک داره. حالا چه ربطی داشت؟ زمانی که کاربر دیوایس رو آنلاک میکنه یه توکنی تولید میشه، بر اساس اون توکنه یه هشی ساخته میشه، از اون هشی کلیدی مشتق میشه، اون میشه مستر کی شما. پس کلیدی که من قبلا با پروفایل خودم ساختم اون مستر کی جای روی دیوایس ذخیره سازی نمیشه. هر بار بعد از اینکه شما اون آنلاک کردن رو موفقیت آمیز انجام میدین، همه این کار دوباره تکراری مثل دفعه قبل اجرا میشه. کلید همون کلید قبلی است، اصطلاحا این کلید ها افمرالن آن د فلای تولید میشه، یعنی مشتق میشن ذخیره نمیشن، این گارانتی میکنه. اما خب چون سطح مکانیزمای لاک روی دیوایس باز متفاوته، مثلا الان میگن که پترن خیلی امن نیست یا مثلا پین 4 کاراکتری خیلی امن نیست،
اگر یه روشی بشه پیدا کرد که اینا رو بایپاس کرد با حملاتی مثل بروت فورس، چون سرچ اسپیس بزرگی ندارن دیگه، پینگ گفتیم مثلا 10000 تا ترکیب ممکن داره، چون فقط عدد میگیره از 4 تا 0 تا 4 تا 9 میشه 10000. این پترن هم همینطور از پین قوی تره، ولی خیلی باز اونقدر اون فضای سرچ بزرگی نداره، احتمال شکستنشون کلا بیشتر. اما نرم افزاری به خاطر این بوده که خب چون اون زمان گوشیایی که خب فلگشیپ نبودن، مثلا مثل نکسوس لزوما، خب نکسوس به هر حال یک چیز بوده، یک چیزی میگن یک رفرنس، یک پیاده سازی خاصی که گوگل عمدن داده برای اینکه بقیه سازنده ها بیان ازش الگو برداری کنن. شاید بهترین گوشی موجود در بازار نبود، ولی هدفش مشابه همین توضیحات که عرض کردم. ببینید این بیشتر پیاده سازی تو نکسوس اتفاق افتاده اولین بار، الان تو پیکسل میفته. اینه که خودتون بهتر میدونید، مثلا ما یه معیاری نشون میدیم میگیم اینه این ساختاره چیز. خب چون همه سخت افزاری ساپورت نمیکردن و هزینه ساخت بالا میرفته، چیپ های گرونتری میخواستن. مثلا شما میبینید که اسنپ دراگون از نسخه های قدیمی دارن، ولی مثلا چیپ های مدیاتک اینجوری نیستن. چیپ های مدیاتک خیلی بدتر در واقع اومدن روی معماری مدل چیز آر، این پیاده سازی سخت افزاری رو ارائه دادن، ولی از ورژن 7 بعد اجباری شد. یعنی الان هر چیپی آپدیت 7 بعد رو در واقع ساپورت بکنه، حتما سخت افزاری داخل خودشون SoC رو داره. هر کی 9 رو در واقع کی مستر 4 رو پیاده سازی بکنه که مربوط به استرانگ باکس است، خب حتما اون سطح امنیتی استرانگ باکس رو ارائه کرد. ولی کلا نرم افزاری هم از روش‌هایی که قبل از وجود کی اس او پرووایدر بوده باز خیلی امن‌تره، چون به هر حال مهندسی معکوسش خیلی سخت‌تره. تو روش قدیم شما یه پسورد داشتین که دیولپر خودش می‌ذاشت تو کدش، جایی نبود بذاره. خیلی یا شما باید می‌ذاشتین تو کد هارد کد می‌کردین، یا تو کانفیگ یه جایی اینطوری، یا مثلا با اندیکی می‌نوشتید، یا مثلا سختش می‌کردین که بازم تو یه مهندسی معکوس قابل استخراج بود، خیلی هم سخت نبود این کار. یا اینکه یه هنری به خرج می‌دادین، می‌اومدین اسکالبر یه پسوردی تو برنامه‌تون می‌گرفتین، از اون پسوردون پسفریز کی استور رو مشتق می‌کردین. یعنی پیاده‌سازی‌های خوبی که قبل از وجود کی استور می‌بینید اکثرا اینطوریه، برنامه برای ورود کاربر پسورد می‌گیره، چون پسورد جای ذخیره نمیشه، هر سری تطبیق داده میشه، اگه درست باشه ازش پسورد یک کلید رمزنگاری مستر کی درست اقتباس میشه. میخوام بگم یعنی نیازی نیست برای همه کاربرد ما حتما بیایم بگیم کی استور چون در دسترس نیست نمیتونیم، ولی خب این سناریو خیلی محدود است. پس الان میتونیم بگیم که توی نسخه جدید اندروید در صورتی گوشی هم روت بشه نمیشه اونو؟ بله، اصلا اونایی که سخت افزاری هم روت هم بشه نمیشه، مگر میگم یه آسیب پذیری وجود داشته باشه که یه روت کیت یه چیزی بشه اجرا کرد. کنفرانس بلک هات سال 2013 فکر کنم لینکش رو اسلاید گذاشتم، یه نفر اومد پرزنت کرد یه روت کیتی رو نوشته بود که تونست کیستور بایپاس کنه. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، خلاصه اگه بقیه سوالات باشه، اونم اینه که الان اگر کسی میخواد یه کاربرد خیلی حساسی رو که در گذشته میگفتن فقط از طریق سیم کارت امکان پذیر پیاده سازی بکنه، از ورژن 7 به بعد میتونه با اطمینان خاطر این کار انجام بده. یعنی اگه اپی دارید که مطمئن هستین رو ورژن 7 به بعد اجرا میشه، پیاده سازی کاملا امن است. منتها اکثرا به این موضوع یا آگاهی ندارن یا توجه ندارن، یا هنوز اون تبلیغات روی سیم کارت خیلی پررنگه، زمین که این خیلی از سیم کارت راحت تر پیاده سازی کردن روش. یعنی اگه کسی با سیم کارت کار کرده باشه، این اپلیت های جاوا کارت اینا ببینید خیلی مشقت داره، در که این API خیلی استاندارد داره و از ورژن 9 به بالا که خب اصلا کلا خیلی قویه. بعد یه موضوع دیگه، حالا برمیگردم به اون رمزنگاری، این داستان کوانتوم کامپیوتینگ ها چیکار میکنه؟ من اینو می‌خواستم راستش تو بحث اند تو اند انکریپشن بیشتر بازش بکنم. ببینید بعضی از الگوریتم هایی که ما امروز استفاده میکنیم در مقابل کوانتوم کامپیوتینگ مقاومت ندارن واقعیش. بعضی از گونه های الکتیف کرو RSA، بعضی از طول کلید هاش مثلا میگن که RSA اگه میخواین استفاده بکنیم با نگاه به آینده 3072 بذارید طول کلید رو. خب طبیعتا منابع پردازشی بیشتری میخواد دیگه، یعنی توان سخت افزاری بیشتره، چون همون 1024 بیتی که نسبت به کی استور استاندارد میبره کلی سخت افزار میخواد. شما رو گوشی قدیمی حتما استفاده کردید، اگه میخواستین یک کلید RSA 2048 رو درست کنید ممکنه چند دقیقه طول بکشه. حالا کم کم سریعتر شد، تو بعضی گوشی شاید شد یه ثانیه، خیلی به چشم نمیومد. ولی دلیل اینکه ما مثلا روش های رمزنگاری end to end رو تو خیلی از اپای قدیمی مثلا ما نداشتیم با RSA این بود که میگفتن خب این سخت افزار ضعیفه، این الگوریتم هنوز برای اینها تحمل پذیر نیست. همین با طول کلید محدود شما هی بخوایم تون تون کلید رو عوض بکنیم اصلا سخت افزار نمیکشه. حالا سرور بماند زیر باز مثلا
اوورکیل میشه، ولی اصلا خود دیوایس نمیکشه. هر دفعه شما بخواید یه کلید بسازید، زوج کلید، کلی دقیقه طول میکشه، یوزر اکسپریانس به فنا میره. این باعث شد که دستش خوب یه مقدار چیز بشه. در مورد کوانتوم من اگه اشکال نداره میخواستم، چون اینو تو اون بحث بدم، اشکال نداره جلسه آینده در مورد این بخش حتما یه چپتری رو میذاریم مفصل در موردش صحبت کنیم. ولی میخوام بگم خیلی از الگوریتم‌ها هم خانواده الکتریک کرو، هم آر اس ای، هم تریپل دزاین آسیب پذیر هستن و یه سری خانواده جدیدی از رمزنگاری اومده که مقاومت دارن و یه سری از الگوریتم‌های موجودی که طول کلیدشون توسعه پیدا کرده. من یه بحث دارم، چون سوال اومد. خیلی منتظر شده شما اون، این که اولین بحث همین استفاده از این چیپ های سخت افزاری هستش، لزوم استفادهشون میتونیم بگیم که خلاصش کنیم، جریان اطلاعاتی که وارد میشه یه کلیدی هستش که از کاربر بهش داده میشه یا نه خودش در شرکت سازنده بهش داده، یه سری الگوریتما هستش، این جریان اطلاعات از این چیپ عبور میکنه، تغییرات روش اعمال میشه و خب کدگذاری میشه و میره توی حالا توی اسکولایت یا هر جای دیگه ذخیره میشه. خب آیا این به این صورت هستش و اینکه آیا در این دیوایس هایی که الان داریم خب این چیپ ها قرار داده شده که ما بتونیم که قدرت زیادتری داشته باشیم تو اپ هامون و رابطی درست کنیم برای این چیپ ها با نرم افزاران و لزوم استفاده از این چیپ ها در نرم افزارامون رو اعمال کنیم یا نه؟ یه سری از این موارد من حالا تو این بحث عرض کردم خدمتتون. اگه می‌خواید بدونید که آیا چیپ سخت افزاری رو اون گوشی مثلا اپتون تو ران تایم می‌خواید چک بکنید که آیا پشتیبانی می‌کنه یا نه، از همون متد ایز اینسایت سکیور هاردور می‌تونید استفاده بکنید که بهتون تروفالس میگه که این سخت افزاری یا نرم افزاری است. اصلا میگن هاردور بک، سافتور بک. یه راه دیگه اش اینه که بریم تو تنظیمات گوشی سکیوریتی، همین اسکرول بکنید یه جایی زده کی استور یا کریدنشیال استور، زده سافتور بک، هاردور بک، از اونجا میتونید ببینید هم کاربر نهایی هم داخل اپ. اینکه فرمودید که کدوم دستگاه ها، حالا من دقیقا نمیتونم بگم کدوم دستگاه، من اطلاعاتم خیلی ضعیف است. تو دستگاه قدیمی نکسوس 4 و نکسوس ها کلن به غیر از گلکسی نکسوس که همون یک باشه اینو ساپورت، یک نبود البته دیگه، نه یکش HTC بود درسته نکسوس، بعد خود گلکسی نکسوس اینو نداره سخت افزاری، ولی نکسوس 4 مثلا ساپورت میکنه، نکسوس 7 ساپورت میکنه. تمام گوشی هایی که اندروید 7 به بالا هستن سخت افزاری هن. دیگه خدمتتون عرض کنم سوالتون، ببخشید کدوم بخشش مونت من شرمنده شد. آه چرا ازش استفاده میکنیم؟ ببینید این مربوط به اندروید نمیشه، کلن تو دنیای صنعتی سخت افزار قابل اطمینان تر از نرم افزار هست. ببینید مدارای FPGA باش آشنایی دارید دیگه، مدارای خیلی پرسرعتی هست. پیاده سازی هایی که دارن برای الگوریتم های رمزنگاری بعضی وقتا تا 100 برابر سرعتشون بیشتر از پیاده سازی های نرم افزاری. مثلا الان یکی از این چیپ هایی که خیلی روی سرور های خاص کاربرد داره اکسلراتور TLS. چون میدونید وقتی سرویسی رو روی TLS شما ارائه میکنید حداقل 50% پرفورمنس دانگرید دارید. خب این برای بعضی سرویس قابل قبول نیست. این به دلیل اینکه پردازنده های فعلی طراحی نشدن برای عملیات ممیز شناور خیلی با سطح بالا، چون رمزنگاری همش همینه. البته نه که قابلیتشون ندادن، الان مثلا پردازنده های زئون یا کورای 7 به بالا همشون AES رو، الگوریتم سیمتریک AES رو به صورت متقارن به صورت نیتیو داخل خودشون پیاده سازی کردن. بهش میگن AES NI. استیکیشو کافی از سایت خود اینتل بگیرید، یه اپلیکیشنی حالا روی کاری نداره. اگه پردازنده دیوایس اندرویدیتون مثلا چیزی مثل اتمه و میدونید که ساپورت کنه، البته اتم فکر نمی‌کنم ساپورت کنه، مثلا فرض کنید یه اپلیکیشن روی لینوکس یا ویندوز می‌خواید بنویسید، می‌خواید از این پیاده سازی نیتیو با سرعت بالا استفاده کنید، استیکیش از سایت اینتل بگیرید، می‌تونید ASNI رو استفاده کنید که خیلی پرفورمنسش بالاست. یه دلیل اینکه ریالبل تره. ببینید یه استانداردی هست تو دنیا از همه معروف تره، استانداردهای زیادی برای ارزیابی امنیتی چیپ‌های سخت افزاری یا محصولای محصولات امنیتی وجود داره، محصولات رمزنگاری. این استاندارد اسمش CNVPه، جزو ارزیابی‌های مؤسسه NIST آمریکاست که یه استاندارد پذیرفته شده است. اونجا میاد به شما میگه که این پیاده سازی نرم افزاری یا سخت افزاری، این الگوریتم رمزنگاری یا اینجوز
چه سطح تضمینی رو گرفته، اصلا اشورنس لیولش چقدره. معمولا اینا نباید اشورنس لیولشون زیر 3 باشه، 7 تا لایه است، هیچ محصولی 7 تا نداره. سیستم عاملی مثل ویندوز و لینوکس مثلا لیولشون 3 و 4ه. البته نه از بود رمزنگاری یا به صورت اوورالی، به این استاندارد میگن کامن کریتریا یا ایزو 15408 جزو خانواده آیزو استانداردهای آیزو. یه سری آزمایشگاه تو دنیا هستن محصولو بهشون میدین طبق یه چک لیست استانداردی تست میکنن، بعد به شما میگن که محصولتون تو چه لولیه. کاری به سطح امنیتیش ندارن، فقط میگن محصولتون تو چه لولیه. ما هم چند تا آزمایشگاه تو ایران داریم، فقط لول 1 رو میتونن ارزیابی کنن. از طرف آزمایشگاه بین المللی دنیا اینا وریفای نشدن، داخلی هم فقط سطح 1. این که سخت افزار اینطوریه هم به دلیل پرفورمنس بالاست، هم به دلیل اطمینان پذیری بیشتر. به این دلیل که نرم افزار پیور کده و یک چین آف تراست داره، یعنی شما هر تیکه کدی که می‌نویسید وابسته به زبان برنامه نویسی، کامپایلر، سیستم عاملی که روش اجرا میشه، بستر اجرایی، تعامل کاربر و خیلی چیزهای دیگری است. سخت افزار معمولا یه آیزولیشن ایجاد میکنه که اینها رو نداره. مثلا این سخت افزاری که الان میبینید رو نکسوس 4 هست اصلا وابستگی به اندروید نداره، برعکسه. اندروید برای اینکه بتونه از این سخت افزار استفاده کنه اومده اون لایبرری که از کردم کوالکام منتشر کرده رو گرفته ازش، حالا یه پتنت یه پولی بهش داده گذاشته دو اندروید و یه رفرنس بهش داده اونو لودش میکنه و هر موقع از پی اس رو میخواین استفاده کنین میرین سراغش. این آیزولیشن باعث میشه که در واقع پروسسر اصلا اون فضا رو تشخیص ندن، یعنی اینا داخل یک سند باکسی اجرا میشن که از محیط پیرامون خودشون اطلاعی ندارن، چون اون از اون فضای سخت افزاریش کاملا مجزاست، یه برد یه مدار FPGA خیلی اینتگریتد پیچیده‌ای داره که اصلا این پروسس نمیتونه اونو ببینه. خب اینو مقایسه بکنید با یه پیاده سازی نرم افزاری که معمولا پروسسور داخل یه دونه ورکینگ ستی دارن با هم تعامل میکنن، یه پرایویت ورکینگ ست دارن، یه پابلیک ورکینگ ست دارن، با هم دیگه شیر مموری دارن، با IPC با هم کار میکنن، با وب سرویس با هم کار میکنن، API به هم میدن. مسلماً اینا به چی وابستن؟ سطح امنیتشون به لایه‌های زیرین خودشون. دلیل این ترجیح سخت افزاری این بوده، حالا تا جایی که من میدونم، شاید نمیدونم خوب نتونستم توضیح بدم، ولی برداشتم این اصلا سعی میکنم منابعی رو قبل از اینکه این اسلاید رو منتشر بکنیم اگر کافی نیست این توضیحات اضافه بکنم به اسلاید که چیز بکنیم، حالا نمیدونم پسو گیرم.